بعد از اینکه قیمت به ما تیره گیر داد، ما میتونیم شاهد این باشیم که قیمت یک روند صعودی جدیدی رو آغاز کنه. درود به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به یه تحلیل دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب اومدیم با آپدیت تحلیل ارز ماجیک. در تحلیل قبلی که در کانال تلگرامیمون قرار داده بودیم، قیمت توی این سطوح قرار داشت و در تحلیل قبل گفتیم که قیمت میتونه یک روند صعودی کوتاه مدت و فشرده‌ای رو آغاز کنه و میبینیم که از تحلیل قبلی قیمت حدود 40% رشد داشته و امیدوارم که از این روند صعودی کوتاه مدت استفاده کرده باشید. در تحلیل قبلی گفتیم که قیمت در صورتی که یک روند صعودی کوتاه مدت بده، ما باید توی این محدوده خط روند نزولی منتظر این باشیم که ببینیم قیمت آیا این محدوده رو میشکنه و به روند صعودی خودش ادامه میده و یا اینکه قیمت ریجکت میشه و ما شاهد ریزش بیشتر قیمت تا این محدوده حمایتی سطح 50 سنت هست. در حال حاضر میبینیم که قیمت با یک کندل اومده و این خط روند نزولی رو فعلا شکسته، ولی هنوز بالای این محدوده تثبیت نشده و حدوداً 9 ساعت دیگه این کندل بسته میشه و ما باید ببینیم که آیا قیمت میتونه بالای این سطح بسته بشه و تو این تایمیم که مونده تا کندل بسته بشه قیمت میاد و زیر این محدوده مقاومتی بسته میشه و در صورتی که نتونه قیمت بالای این محدوده تثبیت بشه، ما میتونیم شاهد این باشیم که قیمت به ریزش خودش ادامه بده و حتی سطوح حمایتی میتونه قیمت ریزش داشته باشه. با توجه به این روند صعودی کوتاه مدتی که قیمت داشته، ما میتونیم یک ناحیه حمایتی مهم تو این سطح و همچنین یک محدوده حمایتی هم توی این ناحیه رسم کنیم، البته برای تایم پایین تر. در صورتی که قیمت نتونه بالای این سطح تثبیت بشه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت در مرحله اول تا این محدوده حمایتی، بذارین قیمتش رو براتون مشخص کنم، این میشه محدوده 72 سنت و این محدوده دیگه هم که میشه محدوده 65 سنت. خب قیمت در صورتی که نتونه بالای این خط روند نزولی تثبیت بشه، ما میتونیم شاهد این باشیم که قیمت یک اصلاح نزولی تا محدوده های 72 سنت و یا حتی 65 سنت در مرحله اول داشته باشیم و در صورتی که قیمت از این محدوده به ما تریگر بده، ما میتونیم مجددا از روند صعودی قیمت استفاده کنیم و توی این سطوح ما باید منتظر باشیم که قیمت ببینیم مجددا آیا میتونه این خط روند نزولی رو بشکنه و به روند صعودی خودش ادامه بده و یا ما شاهد ریزش بیشتر قیمت از این سطوح هست. ولی در حال حاضر این سناریوی نزولی ما بود، ولی در حال حاضر ما شاهد اینیم که قیمت یک کندل با مومنتوم تو این سطح تشکیل داده و ما میبینیم که قیمت در حال شکستن این خط روند نزولی خودش هستش و ما باید منتظر باشیم که حدود 9 ساعت دیگه این کندل کمی قیمت بیاد بالاتر و توی این سطوح بسته بشه و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت بعد از اصلاح نزولی و یا بدون اصلاح نزولی به این روند صعودی خودش ادامه بده و همونطور که گفتم در صورتی که قیمت بتونه بالای این خط روند نزولی تثبیت بشه. خب بریم ببینیم که قیمت در صورتی که بالای این محدوده مقاومتی تثبیت شد توی چه سطوحی میتونیم وارد بشه. در صورت شکست این ناحیه، ما میتونیم شاهد این باشیم که قیمت یک اصلاح به همین خط روند نزولی و همچنین یک محدوده حمایتی که تو اینجا داریم به ما اصلاح بده که میشه ناحیه حدوداً 80 سنت 81 سنت و توی این محدوده 81 سنت ما میتونیم منتظر این باشیم که قیمت به ما تریگر بده و بعد از دیدن تریگر ما میتونیم شاهد این باشیم که قیمت به روند صعودی خودش ادامه بده و ما میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که قیمت روند نزولی خودش رو تموم کنه و وارد یک فاز جدید و روند صعودی مناسبی بشه. در صورتی که قیمت این خط روند نزولی رو بشکنه، حتی میتونه بدون اصلاح هم به روند صعودی خودش ادامه بده، ولی برای اینکه ما ورود امتری داشته باشیم باید منتظر این باشیم که قیمت به ما اصلاح بده و توی این محدوده حمایتی که
اولین محدوده حمایتی مهم میشه سطح 81 سنت و دومین محدوده حمایتی میشه سطح حدوداً 70 سنت و توی این دو سطوح ما میتونیم منتظر این باشیم که قیمت به ما تریگر بده و بعد از اینکه قیمت به ما تریگر داد ما میتونیم شاهد این باشیم که قیمت یک روند صعودی جدیدی رو آغاز کنه. و حالا هدف قیمت میتونه کجا باشه؟ در کوتاه مدت ما میتونیم شاهد این باشیم که قیمت تا این مقاومت 1 دلاری خودش رشد داشته باشه و دومین محدوده مقاومتی سنگین قیمت سطح حدوداً 1.55 دلار و ما میتونیم شاهد این باشیم که قیمت در میان مدت و بلند مدت تا این سطوح مقاومتی رشد داشته باشه و مهمترین مقاومت قیمت سطح 2 دلاره که حالا برای اینکه قیمت بتونه قیمت‌های جدیدی رو ثبت کنه ما نیاز داریم که قیمت این سطح 2 دلار رو بشکنه و حالا در برگشت حالا خیلی زوده واسه اینکه بخوایم برای آینده ما تصمیم بگیریم ولی میتونیم انتظار داشته باشیم که بعد شکست این مقاومت قیمت به روند صعودی خودش ادامه بده. حالا فعلا زوده واسه اینکه واسه اونجا ما تصمیم گیری کنیم. در حال حاضر ما میتونیم شاهد این باشیم که قیمت خط روند نزولی خودش رو بشکنه و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت یک روند صعودی مناسبی رو آغاز کنه و همونطور که گفتم در مرحله اول تا مقاومت 1 دلار و 1.5 دلار قیمت رشد داشته باشه. خب این بود از آپدیت تحلیل ارز مجی و اگه ارزی هم مد نظرتونه به ما بگین که براتون بذاریم. خوشحال باشین دوستان و خداحافظ. Thank you.